یه مطلبی میخوام براتون بخونم، اصلا کلافه کرده منو. نگاه کنید، نوید خانجانی، یه نویسنده، یه فعال، یک نمیدونم مبارز نبوده، یه آدمی بوده، دینی داشته، مذهبی داشته. حالا اواخر فروردین آمدند و ریش و موی بنده و دو نفر از همسلولی هایم سماع نورانی و ایقان شهیدی را که بلند شده بود اصلاح کردند. بعد از این حادثه ما که آمادگی جریان مصاحبه تلویزیونی را داشتیم به این اصلاح صورت و مو شک کردیم. پس فردای آن روز از صبح آمدن و هر سه نفر را از سلول خارج کردن. بعد میگه منو بردن به اتاق بازجویی و جلوی یه آینه نشوندن، کسی هم نبود، گفتن حرف بزن. من فهمیدم پشتش دوربین گذاشتن و حرف نزدم، گفتم منو بکشین، حرف نمیزد. برایم یک تیشرت آوردن که بپوشم و لباس زندانم را گرفتن. گفتن حالا به سوالات ما جواب بده. بنده یک کلمه هم به سوالاتشون جواب ندادم. بعد از اینکه دیدن تلاششون بیفایده است و نتیجه نگرفتن، مرا از آنجا بیرون بردن. سپس شخصی آمد و مرا به سمت حیاط برد. در حیاط فردی صدا زد: خانجانی برو کنار نورانی، رو به دیوار وایسا. چشم‌بند داشتم و هیچ چیز را نمی دیدم. کنار سماع نورانی ایستاده بودم. یک دفعه حس کردم خفگی به من دست داد. یک نفر شروع کرده بود به فشار دادن گلویم. وقتی که کمی بیحال شدم سرم را گرفت و در مقابل سما به دیوار کوبید. سما از زیر چشم‌بند برخورده سرم به دیوار را شاهد بود. زمانی که من در حالت گیجی از روی زمین بلندم می‌کردند، دستان سما را دیدم که از شدت ناراحتی مشت شده بود. پس از بلند کردن شروع کردن به فحش دادن و سیلی زدن، طوری که صدای آن سما را بیشتر اذیت می‌کرد. گفتن شما چهار تا بچه آمده اید اینجا مقاومت کنید، ما بزرگتر از شما، اون هفت نفر بهایی، مدیران جامعه بهایی، اونا رو آوردیم، ترتیبشون رو دادیم، حالا خدمت شما میرسیم. سعید ملکپور تعریف میکنه که در میدان ونک منو گرفتن، چشم‌بند زدن بردن، تا چند روز لگد و مشت بود، بعد تمام صورتم ورم کرده بود. بعد به بازداشتگاه دو الف اوین منتقل شدم، در یک سلول انفرادی به ابعاد 1.7 در 2 متر. خروج از سلولا تنها به قصد دو بار هواخوری بود. اکثر اوقات شکنجه ها به صورت گروهی انجام می گرفت. در حالی که چشم‌بند و دستبند داشتم، چند نفر با کاب، چماق، مشت و لگد و گاهی شلاق به جانم می افتادن. آنچه توسط بازجویان دکته می شد باید من تکرار می کردم در برابر دوربین. گاهی شکنجه ها توأم با شوک الکتریکی بود که بسیار دردناک بود. یکی دو بار در اواخر مهر ماه مرا در حالی که چشم بند داشتم برهنه کردند و تهدید به استعمال بطری آب. در همان روزها و در یک بازجویی شدت ضربات مشت و لگد و کابل به قدری بود که تمام صورتم ورم کرد و چند بار بیهوش شدم. لباس مرا درآوردند. هر چه التماس کردم، گریه کردم، زجه زدم، توجه نکرد. هر چقدر جیغ کشیدم انگار نمیشنید. به من، به خانواده ام، به آقای موسوی و کروبی و خاتمی فحش میداد. میگفت دارم رأیت را پس میدهم، رأیت را بگیر. این هم جواب داد و بیدادهایی که توی خیابان میکردی. هر بار صدا عوض میشد، صدای کسی که نخستین بار به من تجاوز کرد با صدای فرد دومی فرق داشت. اواخر شب در زمان خاموشی احساس کردم که گوشم دچار خونریزی شده. در سلول را کوبیدم، کسی به سراغم نیامد. روز بعد میفرستنش پیش دکتر. قبلا نگهبان میره پزشک رو میبینه، دکتر میاد میگه ایشون ناراحتی روانی داره. بدن نیمه بدنش فلج بوده به خاطر تجاوز. بهش چند تا قرص میده برای بیماری عصبی. بعدم با مشت میزنن، بعد با انبر دست میان دندونشو بکشن، یکی از دندونا شکسته میشه، فکشم در اثر لگد در میره. مریم صبری، اینا رو مجید محمدی ادبیات شکنجه رو
در 4 اپیزود نوشته، تمام روایات واقعی است، با مریم که من خودم حرف زدم، که اشاره میکنه وقتی ما رو سوار وانت کردن و بردن، بعد چه جور بردن، تجاوز کردن، و بعد اون فردی که اول به من تجاوز کرد میگه که او رو بعد صداش رو میشیدم، صداش رو تشخیص میدادم. الان نگاه کنید، گفتن که آقای حسن زاره دهنوی قاضی حداد و آقای سعید مرتضوی و آقای علی اکبر حیدری فر که دادیار بوده در کهریزک اینا رو تعلیق کردن، ولی از اون ور میگوین که آقای حیدری فر نامه داده که خیر، شما به قاضی توهین کردید، قاضی رو شما مورد بی‌حرمتی قرار دادید.